سخن ما توی این برنامه با شما دوستان جوانه. حالا جوان که میگم یعنی چی؟ یعنی اونایی که همسن سال من هستن یا جوانتر از من هستن. اگر هم نخوایم خیلی روی سن و سال وایسیم، یعنی بخوام سادش بکنم، منظورم همون نسل بعد از انقلابه، یعنی اونایی که حتی یک روز هم توی دوران حاکمیت قبلی نبودن، همونایی که بهشون میگن دهه 60 یا دهه 70 یا اینطور چیزا. اینا رو گفتم که بقیه وقت وقتشون تلف نشه، ولی اگر فرصتش رو دارن که ما رو همراهی بکنن خیلی هم مخلصشون هستیم، تشکرم میکنیم. حالا سوال این برنامه چیه؟ سوال اینه برای یک ایرانی از نسل ما چه ایرانی برای زندگی کردن متصور هست؟ دو گزینه جلوی ماست. یکی ایران فعلی تحت حاکمیت دیکتاتوری مذهبی و یکی هم یک ایران آزاد با یک حاکمیت دموکراتیک. حالا اول یک نگاه دقیق تر به هر کدوم از اینها میندازیم تا انتخاب ساده تر بشه. ایران فعلی یک سری چیزها داره، یک سری چیزها هم نداره. چیزی که داره عبارتند از جرثقیل برای دار زدن آدمها در میادین شهر، کهریزک یا زندانهای مشابه کهریزک، وزارت جاسوسی از مردم یا همون وزارت اطلاعات، نیروهای خودسر مسلح یا همون بسیجیایی که مجازن هر وقت خواستن از تو پایگاهشون سلاح بردارن و به مردم شلیک کنن، نیروی انتظامی و گشت ارشاد که مجازن توی خیابون به ملت گیر بدن و هر کی رو خواستن دستگیر کنن. دیگه چی داره؟ مجلس خبرگان داره، شورای نگهبان داره، حکام شهر داره، از همه مهمتر یک ولی فقیه داره که اون بالای همه چیز نشسته و در مورد مرگ و تمام جزئیات زندگی همه این 70 میلیون تصمیم میگیره. همه این کارها رو هم به اسم اسلام میکنن که تا اونجا که به اونا و عملکردشون برمیگرده باعث دور شدن مردم از دین و خدا شدند. خب این ایران دیگه چی داره؟ سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس داره که تو همه کشورهای منطقه بمب و انفجار را میندازه و قتل و کشتار میکنه. تأسیسات هسته‌ای داره که با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری به خاطر مشکوک بودنش تا الان همه رقم قطعنامه تحریم برای مملکت جور کرده. علاوه بر همه اینها، همین ایران یک سری رکورد هم داره. تو آمار اعدام به نسبت جمعیت ما رکورد زدیم. تو بستن روزنامه و دستگیری خبرنگاران ما رکورد زدیم. تو فساد اداری و رانتخاری رکورد زدیم. تصادفات خیابانی رکورد زدیم. آلودگی شهرها ما رکورد زدیم. خب این ایران دیگه چی داره؟ بحران اقتصادی، تورم 20-30%، 10 میلیون بیکار، 50 میلیون زیر خط فقر، 6 میلیون معتاد، کودکان خیابانی و فرار مغزها در ابعاد 100 هزار در هر سال. اینها بخشی از دارایی های ایران فعلی بود. حالا همین ایران یک سری چیزها هم نداره. آزادی بیان نداره، آزادی اجتماعات نداره، آزادی پوشش نداره، آزادی عقیده برابری زن و مرد نداره، آزادی زنان برای انتخاب هر شغل نداره، حق زنان برای تصدی کرسی های ریاستی و قضاوت ممنوع، حرفش هم نزن، احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر اصلا خبری نیست، احترام به حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی وجود نداره، عرصه برای بروز استعدادهای هنری، علمی، ورزشی پیدا نمیشه، یک قلم اجازه نشون دادن ساز توی تلویزیون وجود نداره، چه برسه به امکان برگزاری کنسرت برای هر نوع آهنگ. یه جشن و مهمونی و پارتی هم نمیشه با خاطر جمع برگزار کرد، چون هر آن ممکنه بریزن و ببینن و اینطور حرفا. اینترنت آزاد نداره، داشتن ماهواره برای دیدن بقیه جهان ممنوعه، اگرم داشته باشی باید همیشه آماده باشی که از بالا پشت بوم یا از پنجره یکی بیا تو و بشقاب رو برداره و ببره. حالا من ایرانی، نسل من و جوانتر از من، پس نسل‌های بعد از ما دو گزینه دارن برای ایرانی که میخوان توش زندگی کنن. یکیش همینه، همین ایرانی که
الان هست. ایران فعلی 35 سال هم ادامه داشته. تو همین زمینه‌ای هم که گفتیم قابلیت‌های خودش رو تا به حال نشون داده. اما این تنها گزینه نیست. یک گزینه دیگه هم برای ما وجود داره. اونم ایرانی آزاد با یک حاکمیت دموکراتیک. خب این ایران چیا داره و چیا نداره؟ در ایران دموکراتیک جرثقیل اعدام برای همیشه از میادین شهر جمع میشه. خبر اعدام در این کشور به یک خاطره تبدیل خواهد شد و فقط در کتاب‌های تاریخ از اون یاد میشه، چون حکم اعدام لغو شده. زنان میتونن حتی رئیس جمهور بشن. دیگه زیر رئیس جمهور چه شغلی هست که نتونن داشته باشن؟ رئیس جمهور با آرای مردم انتخاب میشه و خودش هم به مجلس پاسخگوئه. قوه قضاییه مستقله. هیچ آقا بالا سر دیگه‌ای بالا سر اینها نیست. آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی برگزاری اجتماعات و همه حقوق مطرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر از طرف دولت برای همه شهروندان تضمین میشه. مطبوعات، ماهواره و اینترنت آزاد به عنوان یکی از ارکان دموکراسی آگاهی عمومی جامعه رو افزایش خواهند داد. اینترنت هم که میگیم، نه این اینترنت لاک پشتی فعلی، اینترنت پرسرعت مثل بقیه کشورها. همه جوان‌ها از حق مساوی برای دسترسی به امکانات علمی، تحقیقی، ورزشی و فعالیت‌های هنری برخوردار خواهند بود. ایران دموکراتیک یک ایران غیر اتمی میشه و به تمام قوانین بین‌المللی متعهد باقی میمونه و منشأ صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز در کل منطقه خواهد بود. به این ترتیب اسلام بردبار و دموکراتیک جای افراطی‌گری و خشونت رو در منطقه میگیره. با منحل شدن تمام ارگان‌های سرکوبگر و قطع پشتیبانی از گروه‌های تروریستی منطقه و همچنین تعطیل شدن تمام فعالیت‌ها برای رسیدن به بمب اتمی، ثروت مملکت می‌تونه خرج رفاه عمومی و تأمین خدمات اجتماعی و امکانات آموزشی برای مردم بشه. عدالت و قانون جای دستگیری و شکنجه‌های خودسرانه رو می‌گیره و همه ایرانی‌ها از حقوق مساوی برخوردار خواهند بود. دیگه نه تنها از فرار مغزها خبری نخواهد بود، بلکه همه ایرانیان تبعیدی که سالها درد غربت کشیدن هم میتونن به این ایران برگردن و در ساختن یک جامعه پیشرفته و دموکراتیک کمک کنن. به این ترتیب ایران جایگاه شایسته خودش در منطقه و جهان رو باز خواهد یافت. حالا سوال اینه که چطوری میشه از این ایران به این یکی رسید؟ آیا توی این دنیا یک عزم و اراده جدی برای رسیدن به این ایران وجود داره؟ یا همش رویا و خیال و آرزوست؟ آیا کسی هست که دنبال رسیدن به این یکی ایران باشه؟ But the most important question for us here is there change for Iran? And the answer is yes, because it's you. It's you. It's the MEK. It's Marian Rajavi. بله، خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب مقاومت مردم ایران برای دوران انتقال حاکمیت. سوال اول، چه کسی این رئیس جمهور رو انتخاب کرده؟ توی یک جلسه شورای ملی مقاومت در روز 6 شهریور سال 1372 همه اعضای این شورا به اتفاق این مسئولیت رو روی دوش خانم رجوی گذاشتند، چون ایشون از قبل صلاحیت‌های خودش رو در اداره سازمان مجاهدین نشون داده بود. این خبر در روز 30 مهر همون سال علنی شد. این شورای ملی مقاومت از چه کسانی تشکیل شده؟ این شورا از سال 1360 تأسیس شده و از افراد و گروه‌های تشکیل شده که طیف‌های گوناگون فکری، قومی، مذهبی و همچنین هنرمندان، ورزشکاران و متخصصین رو در بر می‌گیره که همه اونها روی آرمان‌های مشترکی حول سرنگونی رژیم آخوندی با هم وحدت نظر دارند. سازمان مجاهدین خلق ایران بزرگترین سازمان تشکیل دهنده در این شورا است. حالا وظیفه این رئیس جمهور و این شورا دقیقاً چیه؟ طبق ماده اول برنامه این شورا، بعد از سرنگونی رژیم ولایت فقیه باید یک دولت موقت تشکیل بشه که اساساً وظیفش انتقال حاکمیت به مردم ایرانه که باید این کار رو حداکثر ظرف 6 ماه انجام بده. سوال بعد اینه که حاکمیت چطور به مردم منتقل میشه؟
بعد از 6 ماه شرایط یک انتخابات آزاد فراهم میشه که طی اون با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی مردم ایران یک مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی تشکیل میشه. به محض اینکه این مجلس اعلام آمادگی کرد که میتونه وظایف و مسئولیت‌هاش رو تقبل کنه، دولت موقت استعفای خودش رو به این مجلس تقدیم میکنه. خب حالا که هنوز به اون نقطه نرسیدیم و رژیم هنوز سر کاره، این رئیس جمهور چی کار میکنه؟ همون کاری رو میکنه که در 33 سال گذشته انجام داده. تلاش برای سرنگون کردن حکومت فاشیست و مذهبی با رهبری مقاومتی خونبار. در این 3 دهه حتی یک روز و یک ساعت هم مبارزه با این رژیم رو ول نکرده. به همین دلیل هم هست که به گواهی هر ناظری بزرگترین و سازمان یافته ترین نیروی اپوزیسیون رژیم آخوندی رو شکل داده. حکام تهران هم بیش از هر چیزی از این آلترناتیو میترسن و در این 3 دهه بیشترین تلاش رو برای نابودی این مقاومت مصرف کردن، ولی همیشه هم ناکام بوده. و حالا میرسیم به نتیجه. در برابر ما 2 ایران وجود داره که میتونیم باقی عمر خودمون رو توش سپری کنیم، ولی این خود ما هستیم که انتخاب میکنیم در کدوم یکی میخوایم زندگی کنیم. البته که تغییر ایران به یک ایران دموکراتیک رنج و بهای خودش رو میخواد، ولی مطمئن باشید که این بها از تباه شدن زندگی میلیون‌ها ایرانی در همین ایران فعلی بیشتر نیست. فقط کافیه که به توان خودمون برای تغییر باور داشته باشید. آری، ما جامعه‌ای میخواهیم که آجر به آجر روابط درونی آن از انتخاب آزادانه آحاد مردم ساخته شده باشد. برای برآوردن همین خواستها، عموم هم میهنان را به مبارزه و قیام برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه فرا میخوانم. و همچنان که بارها تکرار کردم، ما در پی کسب قدرت نیستیم، بلکه میخواهیم حاکمیت را به مردم ایران منتقل سازیم. میخواهیم مردم ایران صاحب بزرگترین قدرت انسانی، یعنی برخورداری از حق انتخاب آزادانه باشند. حاکمیت و آزادی انتخاب حقی است که مردم ایران شایسته آنند و باید به آن دست پیدا کنند و چنین خواهد شد. سلام بر آزادی، سلام بر مردم ایران، درود بر همه شما.